من ایشون رو از دهه چل در دانشگاه تهران میشناختم من ورودی سال 1345 به دانشکده حقوق دانشگاه تهران هستم دانشجوی سال سوم بودم که یک جوان طلبه معممی به نام حسن فریدون مشهور به روحانی وارد دانشکده شد با همون کسفت روحانی بعد از اون که من رفتم به عنوان استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه تهران با ایشون مجدد ملاقاتی پیش اومد و ایشون هم اظهار علاقه کرد که به انگلیس برگرده و اینجا تحصیل بکنه و دکتراشو بگیره آیا دکتر روحانی مدارج تحصیلی رو دقیقا اونطور که باید شاید تی کرد که به دکترا ختم شد؟ بله برای بله که ایشون اولا که فارغ تحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود و دوره این تحصیل چهار سال است که معادل بی ای آنرز حساب میشه چون دوره های سه ساله لیسانس هم در انگلیس وجود داره اما اگه یک سال اضافه بخونن اینها هنگامی که میخوان بیان وارد دوره دکتری بشن ممکنه که با یک مرحله ای که اسمش هست ام لیدینگ تو پی اچ دی وارد اون بشن در جمهوری اسلامی میدونین که در سالهای اخیر بودن مقاماتی که خودشون رو دکتر معرفی کردم ولی بعد کاشف به بوده که دکتر نیستم و درجه دکترا حقیقت نداره در مورد آقای روحانی اگر یادتون باشه دانشگاه کل دنیا حتی فیلم مراسم فارغ التحصیلی هم منتشر کردن در این مورد توضیح بفرمایید که آیا مردم ایران میتونن اطمینان داشته باشن که حجت الاسلام حسن روحانی دارای درجه دکترای حقوق بدون که کسی بهشون کمک کرده باشه در گرفتن این درجه من قطعا میتونم این مطلب رو تایید بکنم که ایشون فارغ تحصیل رسمی کامل درجه پی اچ دی دکترای تخصصی در حقوق از دانشگاه گلازگو کالیدونیا هست که یکی از دانشگاه های خوب این مملکت مخصوصا در رشته حقوق و به علاوه استادان برجسته ای به عنوان ممتحن خارجی برای تزهای دکتری در اونجا اومدن تز دکترایشون چی بود؟ حقوق اسلامی با تکیه مخصوص به تجربه جمهوری اسلامی ایران فکر میکنید آقای روحانی بتونه این اطاف پذیری لازم رو داشته باشه برای رسیدن به توافق با پنج بلا یک؟ من مطمئن هستم که سوابق خوبی که ایشون در این امر داره و همچنین حس اعتمادی که جهان نسبت به ایران کنونی پس از انتخابات حاضر داره کمک بکنه که ایشون بتونه با حفظ منافع ملی ایران مذاکرات بکنه و این مسئله رو به سود ایران انشالله حل بکنه شاید این امیدواری رو من دارم چون آقای روحانی تسلطش و تسلط آلیاش رو در بریتانیا تمام کرده فکر میکنید به خاطر این و همینطور به خاطر تعاملی که با جک استرا وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا داشتن آیا فکر می‌کنید این بتونه زمینه ساز بهبود مناسبات تهران و لندن بشه قطعا اینطوریه هرچند که البته ایشون به عنوان رئیس جمهور یک کشور منافع ملی کشور را در نظر میگیره نه اینکه علایق شخصی یا اینکه کدوم مملکت تحصیل کرده اما من شخصا عقیده دارم که هر انسانی ارتباطات قدیم و جدید و موجود و لاحق و سابق خودش رو نمیتونه از زندگی خودش حذف بکنه و ایشون قطعا به عنوان یه تحصیل کرده بریتانیای کبیر نظر ناموافقی با تجدید ارتباط با بریتانیا نداره و این به سود مردم هم خواهد بود به سود عامه مردم که میخوان یه سفر کوتاهی به انگلیس داشته باشن باید برن به ابوظبی و باید برن به استانبول و آنکارا و این به نفع مردم ما نیست ما بایستی که بتوانیم مثل همه کشورهای جهان تعامل خوب با مملکت های مختلف داشته باشیم بعضی در ایران معتقدند که هر وقت جمهوری اسلامی با مشکل روبرو میشه موجودیتش به خطر میفته سعی میکنه با آوردن چهره های معتدل در گذشته آقای خاتمی و شاهدش بودیم الان هم آقای روحانی به نوعی رژیم رو نجات بدن از خطر سقوط احتمالی فکر میکنید آیا آقای روحانی در این راستا وارد صحنه شدند قطعا در این راستا وارد صحنه نشدم برای اینکه کسانی که انتخاب اول برای گروه اصولگرا بود آقای روحانی نبودن آقای روحانی با پشتوانه آراء آزاد مردم اونم در لحظات آخر پس از اینکه ائتلاف بین ایشون و دکتر محمد رضا عارف پیش اومد برنده انتخابات شدم قطعا من امیدوارم در دلش با اینکه آقای روحانی به زبون گفته که من وامدار هیچ کسی نیستم بداند که وامدار این ائتلاف هست. با این تئوری که بعضیا ارائه دادن مثل آقای رفیق دوست که این انتخابات مدیریت شده بود به خوبی از سوی آقای خامنه‌ای موافق هستید یا نه من نمیتونم در این زمینه نظری بدم ولی من فکر میکنم که صلاح و مسلحت خود آقای خامنه ای هم در این بود که در این امر کاملا بیطرفیش دیده بشه بنابراین در این امر ملت هم تا اندازه ای بایستی قبول بکنه که مقام رهبری در این امر دخالتی نکرد و خودشون این انتخاب کردن شما خودتون یک چهره ادبی هستین سالها نشریه حافظ رو منتشر کردید در ایران نشریه پژوهشی ادبی تاریخی حقوقی و سیاسی این نشریه مدتیه که ممنوع چاپ هستش در ایران فکر میکنید با آمدن کسی که در گذشته شاگرد شما بوده به عنوان ریاست جمهور بتونید این مجله رو دوباره اجازه چاپ در ایران بگیرید من امیدوار هستم که از طرق قانونی و بدون اینکه که توصیه ای از ناحیه کسی بشود من بتوانم حقوق خودم رو کسب بکنم و مجوز مجله که سلب شده مجدد بگیرم امیدواری در این است که اون ملاحظات منفی و دافعه عجیب و غریبی که وزارت ارشاد اسلامی تا کنون نسبت به حاله قلم داشته با آمدن آقای روحانی و تیم اون که خیلی خیلی لیبرالتر نسبت به گروه آقای احمدی نژاد هستند احاله قلم بتونن فضای تازهی برای تنفس داشته باشن آیا آقای روحانی رو میشه یک ایرانی مسلمان دونست یا یک مسلمان ایرانی این سوالی که از داخل ایران برای ما فرستاده شده بود که از شما بپرسم من فکر کنم آقای روحانی قطعا با توجه به کسفت روحانی که دارد و تربیتی که داره و پیشینه‌ای که به عنوان یک خطیب مذهبی و یک واعظ قبل از انقلاب داشته ایشون رو باید یک مسلمان ایرانی دانست